سلام به همه دوستان و همراهان جمعه 21 خرداد 1400 11 ماه جوان 2021 در حالی که یک هفته به اجرای سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی باقی مونده مراحل جذابتر تمرین های بعضی از بازیگران غیرهرفهی داره رو میشه کسانی که تلاش میکنن نیت اصلی خودشون رو در لوای بعضی از کلمات و عبارات و مفاهیم مقدس بپوشونن یا کسانی که به نظر من ممکنه فریب خورده باشن و فکر بکنن که دارن کار مقدس انجام میدن خب بعضی از افراد رو میشه شناسایی کرد با توجه سوابقشون و سیر تطورشون به قول بعضی از افراد سیر تغییراتشون خب تغییرات هر کسی حق تغییر داره و به نظر من هر کسی موظف به تغییره و اگر کسی تغییر نکنه دوچار فساد خواهد شد دوچار تبدیل به مرداب میشه اما بعض از تغییرات یه مقدار عجیب و غریبه یعنی با شرایط واقعی جامعه تطبیق نداره افرادی که در زمان محبوبیت جمهوری اسلامی زمانی که جمهوری اسلامی حالا به هر دلیل یا فریبکاری یا واقعیت یا کاریزمای خمینی یا هر دلیل دیگه محبوبیت نسبتا بالایی داشته اینها جلوی جمهور اسلامی ایستادن و حالا که جمهوری اسلامی در اوج منفوریت اینها طرفدار جمهوری اسلامی شدن این یکی از عجایب روزگار ماست ظاهرا بعض از افراد قسم خوردن یا نظر کردن یا تعهد دادن که همیشه مقابل مردم باشن زمانی که درصد بالایی از مردم با جمهوری اسلامی همراه بودن اینها با جمهوری اسلامی مخالفت میکردن حالا که اکثریت مردم تنفر از جمهوری اسلامی دارن اینها یک پای و حمایت میکرن. ببینید بحث انتخابات از اون بحثایی که دست بسیاری از افراد رو رو کرده من در مورد کرباسچی قبلا صحبت کردم و فریبکاریهاش و فسادهای گستردش قبلا هم هشدار دادم هم به کروبی هم به دیگران که فریب آدم رو نخورن که البته ظاهرا در مقاطعی خوردن اما در همین روزهای گذشته مشخص شد که کرباسچی تلاش کرده دروغی از قول کروبی منتشر کنه برای شرکت در انتخابات که خانواده کروبی البته خیلی با ملایمت تکذیب کردن و گفتن که چون کرواسی نقل کرد که کروی توصیه کرده در شرکت در انتخابات خانواده کروبی پیام دادن که عملا تکذیب کردن و گفتن اگر بیانیه‌ای باشه از طرف خانواده منتشر خواهد شد و نهایتا ارجاع دادن مردم رو بیانی مجمع روحانی مبارز که نوعی تحریم انتخابات بود کرواسی یکش مشخصه اما به نظر من این روزهای پایانی بعضی از افراد وقاحت رو به اوج خودش رسوندن اینکه کرواسی بدون هیچ شرم و حیایی میاد میگه که ذکر مصیبت برای هواپیمای اوکراین و کشته آبان رو بذاریم کنار به آینده فکر کنیم حق داره البته یعنی هر سال که از انقلاب گذشته منافع بیشتر آیدش شده به همین جهت حق داره که بگه که دست از سر این جمهوری اسلامی بردارید بذارید صفرش پهن باشه من هم و دیگران هم ارتضاق بکنم اما اینقدر وقاحت که آدم تا این حد وقیه باشه و تا اینقدر بیرحم باشه که بگه که ذکر مصیبت برای کشته های آبان و هواپیمای اوکراین رو فراموش کنیم یا مثلا مسئله مهمتر داریم چه مسئله مهمتر ببینید اولا تک تک کسانی که در آبان کشته شدن عزیز خانوادهشون عزیز دوستانشون و عزیز ملت بودن کسانی که مظلومانه در شلیک ظالمانه سپاه به هواپیمای اوکراینی کشته شدن تک تکشون عزیز دل خانواده بودن از اون کودک خردسال تا زوج جوانی که برای ماه اثر رفت بودن یا برای ماه اثر برمیگشتن یا تک تک عزیزان اما یا کشتهای آبان هم همینطور اما اینها نشانه هست. حکومتی که برای حفظ خودش برای حفظ یک حکومت فاسد و ناکارآمد حاضر میشه 1500 نفر رو بکشه 1500 نفر بابت چی کشته شدن بابت این کشش شدن که حکومت به دلیل فساد گسترده و به دلیل ناکارآمدی و به دلیل سر جنگی که خامنه ای با همه دنیا داره به خاطر ارزای شهوات سیاسی خودش در خارج از کشور شرایطی برای کشور فراهم کردن که دولت دوچار کم بوده بودجه شده برای جبران کم بوده بودجه آدم بنزین رو گرون کردن و بسیار از افراد احساس کردن افزایش قیمت بنزین حتی زندگی عادی رو براشون مشکل میکنه برای اعتراض مسالمت آمیز بنات خان و کشتنشون با همکاری سپاه و قوه قضاییه که رئیسی که حالا میخواد رئیس جمهور بشه و همین روحانی رئیس جمهور کشتند مردم رو این نماد بیکفایتی جنایت ظلم بی برنامگی بی ارزگی و جه... دنیا ستیزی جمهوری اسلامی فراموش کردن این یعنی اجازه دادن به جمهوری اسلامی برای تداوم بحث ضمنی که میگم 1500 نفر واقعا 1500 نفر رقم بسیار بزرگیه اما این فقط یک نشانه است این نشون دهنده اینه که این حکومت اگر باشه چون هیچ نشانه ای که از اصلاح حکومت یا تلاش حکومت برای اداره علمی کشور یا کاهش فساد وجود نداره در آینده به پیدا خواهد کرد اینکه یه یعنی نفر میگه ذکر مصیبت رو فراموش کنیم معنیش اینه که اجازه بدیم این حکومت بخوره سفرش پهن باشه بعض از افراد مثل کرباسی هم در کنار سفره باشن حالا یکی که کمتر که بیشتر استخوان گیرشون بده. اینجای کار اشکال داره وگرنه اگر نشانه ای وجود داشت که قواعد رو اصلاح داره میره یا حکومت تصمیم گرفته فساد رو کم کنه ممکن بود حتی بسیار از خانواده‌های کشته شده‌های آبان هم بیان بگن که زمینه که غم در دل هامون هست آتش بر روی سینه هامون هست ولی کمک می‌کنیم برای که اصلاح بشه کدام نشانه از اصلاح دیده شده کسی تو داره میره رئیس جمهور بشه که رسما از قالیباف دوست حمایت میکرده در آستان قدس خودش فساد داشته پدرزنش با مدیرعامل مؤسسه سامان الحجاج که 15 هزار میلیارد تومان اختراس کرده ارتباط داشته این آدم‌ها قرار سر کار بیان بعد ما بگیم که اونها رو ف... ذکر مصیبت نکنیم و بیایم از انتخابات هم البته انتخابات که می‌دونیم چیه موضوع نه. یعنی ببینید کسانی که این حرفا رو می‌زنن هیچ دلیلی وجود نداره که بخوان یعنی اگر دلیل داشتن می‌وادن می‌گفتن بسیار خوب ما این نشانه رو داریم که حکومت داره از فسادش کم میکنه حکومت داره از نیروهای متخصص استفاده میکنه که ناکارآمدی ها رو کاهش بده بنای حکومت بر کاهش تنش با دنیاست اما روز به روز داریم میبینیم تنش با دنیا رو دارن زیاد میکنن از افغانستان تا عراق تا حماس تا غزه تا اسرائیل تا ونزوئلا همه جا دنیا دارن آشوب میکنن خب اصلا نشانه ای که برای تنش بر دنیا وجود نداره نشانه ای از بکارگیری نیروی متخصص وجود نداره شما این هفت تا کاندیدایی که نشستن صحبت میکنن ببینید از اظهار نظرهای محسن رضایی تا زاکانی تا قاضی زاده هاشمی تا سعید جلیلی تا رئیس همشون رو نگاه کنید اینها کسانی که برای اینها نمادهایی هستند که قرار کشور را اداره کنن. پس نشانه از اصلاح مدیریت هم که وجود نداره هیچ نشانه از کمبود کاهش جنایت هم که وجود نداره ببینید در زندان ها چه خبره کسانی که اعتراض مسالمت آمیز کردن چه وضعیتی پیدا کردن هیچ نشانه برای دلسوزی بر مردم وجود نداره رئیسی برای اینکه پوز بده برای اینکه نشون بده طرفدار داره ببینید چه جمعیت رو البته در مورد جمعیت هم بگم ببینید این هم کسی اشتباه نکنه موضوع اینه که ببینید بر... برید شما بخونید ورزشگاه تختی اهواز بر اساس اعتراض رسمی که وجود داره گنجایش تماشاگرش 15000 نفره یعنی اگه فرض کنیم تمام قسمت های تماشاگر 15 نفر زمین فوتبال هم میشه در حدود 7 تا 8 متر مربع اعلام کردن برای مراسم آقای رئیسی صندلی هم در بعضی از نقاط اون زمین گذاشتن ولی فرض کنیم صندلی نذاشتن در هر متر مربع دو نفر هم بشینن میشه حدود 15 16 نفر در زمین 15 نفر هم اگر پر باشه که حالا عکس رو ببینید که پر هم نیست ولی به هر حال یه جمعیت حدود 20 تا 30 نفر رو رفتن اونجا ولی این جمعیت زیادی نیست برای استان خوزستان با توجه می که خودشون هم در اعلام کردن از شهرستان اطراف آمدن و گزارش های هم در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده که اتوبوس های زیادی از استان دیگه آوردن اونجا ولی حتی اگر از خود شهر اهواز هم آورده باشن 20 تا 30 نفر جمعیت زیادی نیست اما ببینید همین 20 تا 30 نفر جنایت همراه با نشون دهنده عدم دلسوزی که در این شرایط کرونایی یک همچین کاری انجام میدن حالا یه عکسایی هم ببینید شما عکس هم ببینید از جمعیت که نشون میده حتی این عددی هم که میگم وجود نداره یعنی که پر نیست نه زمین پره نه قسمت تماشاگر صدا فریاد میزد علما اسلام به دام اسلام برسید علما به مشهد علما نجف علما قم به اسلام برسید مردم دیدن خب پس وقتی هیچ نشانه ای از اصلاح در هیچ زمینه وجود نداره و هیچ نشانه ای از دلسوزی بر مردم وجود نداره شر... دعوت به شرکت در انتخابات که در, واقع کمک به تداوم حکومت یعنی جنایت و یعنی اینکه کسی فقط به تمه اینکه جیب خودش رو پر کنه با توجه به سوابقی که داره از مردم دعوت کنه تو انتخابات شرکت کنند و بعدم میگه فراموش کنید یا ذکر مصیبت نکنید اما از اون عجیبتر صحبت های آقای فرخ نگهدار رو من شنیدم در یک مناظره ببینید هر کسی میتونه طرفدار شرکت در انتخابات باشه مخالف اما استدلال هایی که میکنن عجیب غریبه یه چیز دروغی بزرگ یاد گرفتن همش میگن ایران سوریه میشه کسانی که این میزنن باید به دو تا سوال جواب بدن سوریه رو چه کسی سوریه کرد برید ببینید بشار اسد در همون اوایل اعتراضات مردمی راضی شد از قدرت بره کنار با فشار خامنه ای و پولی که ای تزریق کرد و کشداری که قاسم سلیمانی جنایتکار در سوریه کرد سوریه رو به این روز انداختن گروه های مخالف مقاومت کردن البته دخالت های یک حکومت دیگه مثل حکومت جمهوری اسلامی که برخی از شروخ هم بود اما بزرگترین عامل جنایت در سوریه جمهوری اسلامی بوده پس اگر سوریه سوریه شده این حکومت جمهوری اسلامی کاری کرده نگید ایران سوریه میشه ایران اگر سوریه بشه به دست جمهوری اسلامی سوریه خواهد شد چرا مردم فریب میدید مر... ایرا... مردم از تجزیه ایران میترسونند ایران اگه تجزیه بشه به خاطر رفتار پرتبعیض جمهوری اسلامی با مردم و کم شدن علقه مردم به حکومت مرکزی انجام خواهد شد میان میگن آقای نگهدار میگه که ما برای نهاد انتخابات رو حفظ کنیم رأی میدیم کدوم نهاد انتخابات انتخابات که کار به جرسی که حتی عدی لاریجان رد صلاحیت کنند همه از پیش میدونن که رئیسی قرار رئیس جمهور بشه دعوت به شرکت در انتخابات به بهانه حفظ نهاد انتخابات اصلا ببینید همین آقایون از روحانی حمایت کردن در دور قبل گفتن از روحانی حمایت میکنیم که رئیسی رئیس جمهور نشه اگر روح رئیسی رئیس جمهور میشد در آبان 98 بیش از 1500 نفر میکشتند چه فرقی میکرد کشتار به دست دولت بود یا غیر دولت بود روحانی حمایت کرد یعنی اگر روحانی رئیس جمهور بود یا قالیباف رئیس جمهور بود یا رئیسی رئیس جمهور بود در موضوع آبان 98 سران سه قوه حمایت کردن که رئیس روحانی یکی یکیشون بود پس اگه رئیسی هم رئیس جمهور بود همین بود روحانی هم بود همین بود این آقای نوازی به بیان جواب بدن از روحانی که حمایت کردن چه دستاوردی داشته کدام مشکل حل شده یا روحانی نتونسته یا نخواسته هر کدوم که باشه اصرار بر این که باز ما رو تو انتخابات شرکت کنه برای بلکه باز بد یک دروغ و فریبه به از هر نظر که شما نگاه کنید الان وضع مردم یا چهار سال پیش فرض کنیم شما درست میگید و روحانی میخواست کار انجام بده که من اصلا قبول ندارم آیا میگذارن اینکه شما میگید ما نهاد انتخابات رو حفظ کنیم مگر انتخابات به خودی خود هدف انتخابات یک وسیله است برای اینکه خواسته های مردم محقق بشه روحانی برای تحقق کدوم خواسته مردم تلاش کرد یا اگر تلاش کرد کدوم تلاش موفق بود شما با این کارتون فقط مشروعیت به حکومتی میبخشید که روز به روز در درون خودش در درون همین نهاد انتخاباتی که شما دارید میگید داره نهاد انتخابات رو مبتزل میکنه تمسخر میکنه مردم رو تمسخر میکنه شش تا آدم مثل جنتی میشن تصمیم میگن بر کل کشور تا به حال میگفتن که رد صلاحیت، حالا میگن احراز صلاحیت حالا احراز صلاحیت گذاشته میگن برنامه کاندیداها رو ما باید بررسی کنیم ببینید نهاد انتخابات کارش معنیش اینه که مردم از بین کسانی که عدم صلاحیتشون ثابت نشده ببینید در همه جای دنیا بررسی صلاحیت وجود داره نه احراز صلاحیت یه سری قوانین میگذارن مثلا میزان تحصیلات بعد یک سری میگن اگر کسانی این سوابق منفی رو داشته باشن قانون دقیقا مشخص میکنه اینا صلاحیت کاندیداتوری ندارن کسانی که عدم صلاحیت نداشته باشم میان تو انتخابات مردم تشخیص میدن برنامه کی درسته چه کسی کفایت داره چه کسی صادقتره؟ چه کسی تره؟ با عرضه تره شورای نگهبان با آدمایی مثل جنتی که قدرت اداره ادرار خودشون نداره میخواد تشخیص بده که کدوم رئ رئیس جمهور کدام کاندیدا برنامهش درسته کدام غلطه کار به جای رسیده برای اینکه هدف رأس حاکمیت تحقق پیدا کنه حتی علی داریجان رو رد صلاحیت میکنن جهانگیری که دور قبل کاندیدا بوده و تایید شده رد صلاحیت میکنند مهرعلی زاده که چهار سال پیش برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت رو تاییدش میکنند یعنی بازی این انتخابات نیست بعد به دروغ ما بیان بگیم که برای حفظ نهاد انتخابات اولا که نهاد انتخابات روز به داره لاغرتر و بی میشه و ثانیا منتخب این انتخابات چه اختیاری در کشور داره شما با این کارتون جز مشروعیت بخشیدن به حکومتی که هم انتخابات رو زیر سوال برده هم هر روز بیشتر از روز قبل حقوق اساسی مردم زیر پا میگذاره مشروعیت بهش میدید میگن که اگر ما رأی ندیم بعد بدتر میشه از چی, قر... چی قرار بدتر بشه شما بگید رأی که دادی چه بهتر شد آیا وعده هایی که روحانی داد و شما به خاطر اون از شما عزیز محقق شد من اصرار دارم این رو تکرار بکنم روحانی خواست اولا و اگر خواست تونست یا نه اگر واقعا رئیسی رئیس جمهور شد چه چیزی تغییر میکرد؟ برجام اجرا نمیشد؟ اگر بحث رفاه مردم شما مطمئن باشید اگر قرار باشه که مصالحه با دنیا بکنن اتفاقا در دولت رئیسی میکنن آقای نگهدار میاد یه صحبت میکنه انگار خامنه ای واقعا اعتقاد داره میگه آقای خامنه ای فلان حرف زده مثل که خامنه ای رو یه پیامبر نمیدونم یوسف صدیق میدونن راستگو میدونن و هر حرف زده. خامنه ای علنا دروغ میگه مگه تردید دارید دا آقای نگهدار که خامنه ای دروغ میگه چرا مردم رو فریب میدید اگر خودتون رو فریب میدید برید اصلاح کنید اگر میدونید و مردم فریب میدید نکنید این کارو نه با حق نه با انسانیت نه با وجدان نه با اخلاق تطبیق نداره ببینید استناد میکنید چون خامنه این حرف زده پس خامنه یک رسالتی برای خودش قائله پس نمیذارن کار بشه خامنه اگر لازم باشه ببینید با هر کسی در دنیا مصالحه خواهد کرد برای اینکه حکومت خودش بسازه خامنه ای اگر کارا هم در دنیا انجام میده برای دفاع از مظلوم نیست اگر میگه دفاع از مظلوم در فلسطین دروغ میگه میخواد باجگیری در دنیا بکنه اگر روز روزی لازم باشه و به تفاهم برسه خامری داره وقت کشی میکنه بمب بسازه من سالها دارم میگم یه عده منو محکوم کرد که چرا حرف میزنی امروز همه دارن اعتراف میکنن خامری مدت مردم فریب داره اوباما رو فریب داد یا اوباما خاص فریب بخوره من نمیدونم پشت پرده زده داشتن دیگران فریب داد که فتوا داده که سلاح هستی حرامه الان رسما دارن دنیا رو با بمب تهدید میکنن و همه دنیا به وحشت افتادن که اگه بمب بسازن چی میشه اینا پس بحثشون اصلا بحث دفاع از مظلوم نیست اگر در جای در فلسطین در جایی کار میکنن اگر دفاع از مظلومه چرا از مسلمانان چین دفاع نمی کنن خب پس این که دروغ میگه بعد شما بیه به استناد کنید به حرف آدمی که صدها دروغ تا به حال گفته به دروغ میاد تظاهر میکنه میگه که شورای نگهبان حقوقی که شده جبران کنه پشت پرده خودش به شورای نگهبان میگه کار خودتون ادامه بدید خب ببینید این روشی که در پیش میگیرن کسانی اگه کسانی شیفته انتخابات هستن به دلیل اینکه منافعی براشون داره بیان بگن اتفاقا خیلی خوب آدم قد یه جو شرافت و مردانگی داشته باشه بیاد بگه آقا بنده منفعت دارم اگر جمهوری اسلامی از بین بره من منفعتم از بین میره به نظر من اتفاقا مردم خیلی راحت‌تر می‌پذیرن تا بیاد ادای ایران دوستی در بیارید خواهش می کنم نام مقدس ایران رو نیارید شما همون پیوند با جمهوری اسلامی داشته باشید هیچ کس هم نمیتونه شما محکوم کنه حق هر کسیه حالا به هر دلیل دلش میخواد از قیافه خامنه خوشش میاد از جنایت خامنه خوشش میاد از اسم جمهوری اسلامی خوشش میاد هر چی میخواد هر چی بگید فقط ایران نگید نگید دلتون برای ایران میسوزه اگر دلتون برای ایران میسوخت نمی, نمی از نظامی که روز به روز فقر فساد جنایت رو در از کشور بیشتر میکنه دفاع دفاع نمی کردید. اگر شما از ایران واقعا برای نام ایران حرمت قائل بودید اسم جمهوری اسلامی کنار ایران نمیذاشید سرنوشت جمهوری اسلامی رو با سرنوشت ایران یکی نمیدونستید چه کسی گفته جمهوری اسلامی یعنی ایران بگذاریم از اینکه بی بی سی به خامنه میگه رهبر ایران و کسانی هم که با بی بی سی کار کردن حرف میزنن ولی واقعا خامنه رهبر ایرانه خود خامنه حاضر نیست میگه رهبر ایران هستم یه عده میخوان به زور بهش میگن رهبر ایران خامنه نشون داده ببینید من کوتاه قبلا اشاره کردم این آقای رئیسی تا سال 88 30 سال بود در قوه قضاییه بود آقای خامنه رفیع یه نفر از بیرون آورد گذاشت قوه قضاییه به رئیسی رو نگذاشت رئیسی که سی سال در قوه قضایی بود تا حد معاون اول قوه قضاییه رفته بود ریاست بازرسی کل کشور معاونت اول قوه قضاییه دادستانی کل کشور تجربه کرده بود حاضر نشد بذار رئیس قوه قضاییه زمانی که در سال 96 مردم رأی ندادن به رئیسی خامنه ای برای اینکه مردم لج بکنه بعد گذاشت رئیس قوه قضاییه چه چیزی در رئیسی تغییر کرده بود شما برای اینکه روحی خامنه بشناسید به همین یک نکته دقت کنید این سوال من نفر جواب بده دفعه قبل هم مطرح کردم رئیسی با سی سال سابقه حاضر نشد در قوه قضاییه یک نفر از بیرون آورد گذاشت کسی رو آورد گذاشت رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی که حتی یک روز سابقه نداشت اما وقتی که در سال 96 مردم به رئیسی نگفتند خامنه گوزش رئیس قوه قضاییه برای به مردم میگی شما هر کاری بکنید من عکسش انجام میدم شما با وقت این آدم رو میارید رو بهش استناد میکنید و به است... با استناد به اون حرفها میگید پس ما بریم تو انتخابات شرکت کنیم که نهاد انتخابات تضعیف نشه خامنه ای فلان حرف رو زده پس خامنه ای اعتقاد به م... مصالحه بدونه نداره خامنه روزی که بمبش بمبشو بسازه و بفهمه میتونه از دنیا باج بگیره تمام شعارهایی که داره زیر پا میذاره و میره با همه دنیا مصالحه میکنه خواهید دید اگر زنده باشه خدای نکرده خب ببینید من پیشنهادی که به دارم اینه که نام مقدس ایران رو بر دهانتون نیارید شما همون جمهوری اسلامی رو بگید و باش لذت ببرید به هر لذت هم میخواید برسید اما نام ایران رو نیارید بذارید نام ایران رو ایرانی های بیارن که حاضرن فقر رو تحمل بکنن اما تبعیض رو تحمل نکنن حاضرن سختی رو تحمل بکنن اما ننگ جمهوری اسلامی رو تحمل نکنن موفق باشید